در موقعات گذشته درباره شاه بحثی را آغاز کردیم به این معنا که شاه اسلام ستیز بوده یا اسلامگرا بوده و من حدود 19 نکته در مورد شاه گفتم. اسلامی که شاه داشته چه نوع اسلامی بوده، تصویری که شاه در آخرین کتابش، یعنی در کتاب پاسخ به تاریخ، خودش از خودش و از پدرش میده به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک فرد شیعه، به اون شیعهی که اعتراض داشته و ویژگی‌هایی که برای میگه، اینها رو در نوبت گذشته شرح دادیم و به پایان رسوندیم. تصویری که شاه خودش از خودش میده و اینک اون بحث رو به دنیا یه دنبال میکنیم و قصد ما اینه که نشون بدیم که شاه خودش که زمین ساز انقلاب اسلامی 1357 بوده. این مدعا به صورت‌های دیگری تکرار شده، یعنی کسانی گفتن که شاه دیکتاتوری کرد و کسانی که یک نظام دیکتاتوری استبدادی درست می‌کنند و تمامی راه‌های اصلاح رو مسدود می‌سازند، به تبع در پایین جامعه تصدر همه مشکل رژیم استعمارپذیر و به سوی انقلاب می‌رند. اما بحثی که من داشتم و دارم از این منظر نیست. بحث من از این منظره که شاه خودش مسلمان بود، شیعه بود و یک نوع اسلامی رو در کشور تبلیغ میکرد، کمک میکرد که خود اونم کمک کردش به انقلاب اسلامی. اولین نکته ای که روش بحث میکنیم توی نوبت، ارتباطی که شاه با مراجع تقلید و با روحانیت داشت. شیخ عبدالکریم حائری در نوروز 1301 وارد شهر قم شد و به این ترتیب یک نوع مرکزیت دینی شهر قم پیدا کردش. در سال 1304 دولت یه طرحی رو برای حل مسائل ایرانیان مقیم عراق تهیه کرد که بند اول اون طرح به این شهر بود: ترغیب آقایان حجج اسلامیه به تبدیل محل مراجع تقریب از عطوات عالیات به حضرت معصومه قم یا مشهد مقدس. پس ببینید حتی دولت رضاشاه دنبال این بوده که مراجع تقلید از عراق، از نجف، از کربلا، از کوفه، از شهرهای عراق بیان ایران به قم و مشهد و یکی مرکزیت از این جهت ایران پیدا بکنه. به این حال تا وفات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در مرجعیت شیعیان که با ایشون بود که تو عراق زندگی میکرد، پس از درگذشت اون در سال 1325 آیت الله حاج آقا حسین قمی مدت 95 روز زنده بود که طرفدارانش کوشیدن که مرجعیت رو به اون بدن. بعد از گذشت آیت الله قمی به مرور زمان مسئله مرجعیت آیت الله بروجردی مطرح شد. البته تا زمانی که حاج عبدالکریم حائری زنده بود، مهمترین مجتهد داخل کشور ایران اون بودش که اونم تا سال 1315 زنده بود. حاج عبدالکریم حائری در سیاست اصلا دخالت نمی‌کرد و معمولا در مقابل تجددگرایی عمرانی رضا شاه سکوت اختیار میکرد. یعنی همه در سال 1314 وقتی که رضا شاه آمدش و کشف حجاب اجباری بکنه، آقای حائری ناراحت شد و یه نامه‌ای به رضا شاه نوشت. اون نامه نوشت: پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایونی، عرض میشود بنده با اینکه تاکنون در هیچ کاری دخالت نداشتم، اکنون میشنوم اقدام به کارهایی میشود که مخالفت صریح با طریقه جعفریه و قانون اسلام دارد که دیگر خودداری و تحمل برای مشکلش الاحقر عبدالکریم حائری. ما در جای دیگه در بحث‌های گذشته راجع به بیگانه‌ارسی رضا شاه محمد رضا شاه پهلوی رو چند جلسه توضیح دادیم. رضا شاه به شدت نسبت به تحقیر ایرانی توسط بیگانگان حساس بود. به هیچ وجه حاضر نبودش که اون غربی ها بیگانگان مردم ایران نامتمد کنن، وحشی به شما آورن و قلم داد بکنن. پروژه همشک کردن لباس ایرانیان توسط رضا شاه که میخواست لباس ما رو مثل غربی ها بکنن کرد، بیش از هر چی ناشی از این متغیر بود. وگرنه اون اعتقادی به این هم خصوصا به کشف ایجاد رضا شاه اعتقاد نداشت، باور نداشت. اگر نبود مسخره کردن ایرانیان توسط بیگانگان که رضا شاه یه چنین احساس داشت، رضا شاه کشف حجاب زنان رو حاضر بود بمیره که چنین کاری نکنه، ولی فقط و فقط به خاطر اینکه ایرانیان مسخره نشن چنین کاری کرد. الان در یادداشت‌های خودش در این مورد نوشته که سر شام رفتم، صحبت‌های مختلف شد، ولی دو قسمت بسیار مهم پیش آمد.
یکی صحبت 17 دی و آزادی بانوان که اولیا حضرت ملکه پهلوی تعریف کردند. روزی که رضا شاه مرا از اندرون برداشتند و بدون حجاب با خود به دانشسرای عالی بردن، در بین راه در اتومبیل به من گفتن، یعنی رضا شاه میگه به زنش، من امروز مرگ را در این زندگی ترجیح میدادم که زنم را سر برهنه پیش اغیار ببرم، ولی چه کنم، کاری است برای کشور لازم است، وگرنه ما را وحشی و عقب افتاده میدانند. عیسی صدیق هم این داستان رو بازگو کرده که رضا شاه احساس میکردش که لباس اروپایی اگه مردم ایران نشده باشن سوای عقده حقارت برای اون میشه. عقده حقارت مهمترین متقید بود در تصمیم گیری اجباری رضا شاه. گمان میکردش که اگه ایرانی ها لباسشون رو عوض بکنن، لباسشون شبیه لباس های قبلی بشه، یه اروپایی نمیتونن بر ایرانی ها فخر فروشی بکنن و بگن ما از ایرانی ها برتریم. در 17 تیر 1314 یعنی روز صدور فرمان بر سر گذاشتن کلاه اجباری، رضا شاه با تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار کرد، به اونا گفتش کلاه جدید ربطی به مذهب ندارد اما با ملیت سر و کار دارد. سابقا کسانی که آن را بر سر می‌گذاشتند فکر می‌کردند که این سرپوش به آنها نسبت به کسانی که آن را به سر ندارند برتری می‌بخشد. ما نمی‌خواهیم دیگران فکر کنند که به خاطر یک تفاوت کوچک در سرپوش بر ما برتری دارند. پس ببینید در یکی از ملاقات های خصوصیش هم رضا شاه به نخست وزیر پیشین خودش یعنی هدایت به اون میگه که قصدش از این کار یعنی همشکل کردن لباس ایرانی ها و خارجی ها اینی که قربیان دیگه ایرانی ها رو مسخره نکنن. هدایت میگه من که جرئت نداشتم اینو بگم، ولی تو ذهن خودم به خودم گفتم اون چی که باعث تمسخر ما نزد قربیان میشه باورها و دیدگاه هامونه، اون چیزی که تو سرمون، نه کلاهی که بر سرمون میذاریم، لباسی که میپوشیم. در حال پس از تبعید رضا شاه، آیت الله کاشانی در 17 می 1320 نامه به فروغی که اون موقع تازه شده بود نخست وزیر نوشت و نسبت به اقدامات رضا شاه در از بین بردن مدارس دینی و کشف حجاب اجباری اعتراض کردش. فروغی در پاسخ آیت الله کاشانی نوشتش در باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است که متعرض نباشد. در سال 1322 آیت الله حاج آقا حسین قمی به ایران میادش، نامه به سهیلی نخست وزیر وقت می نویسه، از جمله مطالباتی که تو نامه طرح میکنه آیت الله قمی لغو کشف حجاب اجباری بوده. نامه اون رو توی هیئت وزیران طرح میکنن و خواستهای اون به تصویب میرسه. نخست وزیر یه نامه با آیت الله قمی می نویسه که متن نامه اینه: حضرت آیت الله قمی، در جواب تلگرافی که از مشهد مقدس مخابره فرموده بودید محترمان زحمت میدهد. تلگراف در هیئت وزیران مطرح و تصویب دولت به شرح زیر اشعار میشود: یک، آنچه راجع به حجاب زنان تذکر فرموده اند دولت عملا این نظریه را تأمین نموده است و دستور داده شده که متعرض نشود. دو، در موضوع ارجاع موقوفات خاصه اوقاف مدارس دینیه به مصارف مقرره آن، از چند ماه قبل دولت تصمیم گرفته است که بر طبق قانون اوقاف و مفاد به بحث‌نامه‌ها عمل آید و ترتیب این کار را هم داده شده و این تصمیم دولت نیز تغییر خواهد شد. سه، در باب تدریس شرعیات و عمل به آداب دینی برنامه‌های آموزشی با نظر یک نفر مجتهد جامع شرایط چنانچه در قانون شورای عالی فرهنگ قید شده منظور خواهد شد. راجع به مدارسی که عنوان مختلف دارن در اول از منه مکان پسران از دختران تفکیک خواهند شد. پس میگه در اولین زمان ممکن دختر پسران هم اصلا جدا میکنند. در یک چنین شرایطی بودش که علی اکبر حکمی زاده کتاب اسرار هزار ساله رو در شهری در مهرماه 1322 نوشت. اون حکمی زاده فرزند یک روحانی بسیار سادنام در زمان خودش بود. وقتی که آیت الله حائری رفتش قم در اول همین قرن، رفتش به منزل پدر ایشون و اونجا سکنا گزیدش. حکمی زاده از اصلاحات رضا شاه تو این کتاب دفاع و عمل میاره و اونها رو باعث ضعف تقوا به شما نمیورده. بعد از حکمی زاده هم نوبت به کسروی رسید که کتاب شیعری رو در بهمن ماه همون سال منتشر کرد. آیت الله خمینی هم به سرعت دست به کار شد و تو همون سال کتاب کشف الاسرار رو نوشت و جواب انتقادهای حکمی زاده رو داد. روابط جدیدی که بین روحانیت و دولت در دوره محمد رضا شاه شروع شده بود تو این چند سال، دو سال اخیر شکل پیدا می‌گرفت، یه متعرضان پیدا کرد.
کسروی یکی از اونا بود که در اواخر سال 1923 نوشتش: راست است، میبینیم دولت‌های ما با ملایان نیک ساختن. در این 3 سال دیدیم که چه پشتیبانی ها به ملایان مینمایند و چه نقشه هایی برای چیره گردانیدن آنها میکشند. دیدیم انگامی که حاج آقا حسین قمی از نجف آهنگ ایران کرد، رادیوی ایران تا مرز عراق و پیشواز او را و تو گفتی قهرمان لنینگراد را به ایران می آورد. راهپیمایی او را گام به گام آگاهی داد. دیدیم که دولت به او رسمیتی داد، رسمیتی که ما تا کنون معنایش را نفهمیدیم و پیشنهادهای او را در باره چادر و چاخچور به رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی ابوالحسن اصفهانی برای گردش به ایران آمد و آقای صاعد نخبه وزیر آن زمان به همه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که پذیرایی های بسیار باشکوه از او کنند که رونویسه نامه ها در دست ماست. دیدیم در این 3 سال رادیو ایران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم روشان باز شد و پارسال و امسال روزه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود هر آینه سال آینده نوحه نیز خواهند خواند و خانواده ها باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و ترجیح های نوحه را خواند.